ساعت و نیم دارم براتون رانندگی میکنم ببرمتون یه جای خوشگل. داریم میریم یه اوتلت اسمش میستر ویلیج، یه ساعت و نیم رانندگی خارج از لندن، بلندو مارکو اینا، ولی خیلی جای خوشگل داره. بعد جاش هم خیلی خوشگله. منو میگیری منظره رو بگیرین که آب و گوسفندان تو هم جزء منظره ای خواهد بگم. خواهی بگی تو هم جزء این کابو گوسفنده ای یه مسافرته. یعنی من داشتم به حاج خانوم میگفتم دیشب بعد کتلت میذاشتیم، فلاکس هم بر میداشتیم، الان همه آپشن هم روشن شده، گشنم شده، دستشی داریم، حالا سرویس هست وسط رو میزنیم کنار، ولی جاداش انقدر با صفاست که خسته نمیشیم. اینجا خانم ها و آقای میستر ویلیج خیلی خوش گله. فقط میخوام برم سریع به خاطر اینکه ما تو طول مسیر وای نستادیم بریم دستشویی، فقط گفتم ورودیش حتما بد نگفتم به این حالتی ملا هاش خانم بریم که دیگه بریم برای دستشویی. من کافی فروشی رو خیلی دوست دارم، ماشینه که اینجاست، کافی هاشم خیلی خوشمزه است، ولی خب جا نداره بشینیم دیگه، حالا ما میریم یه جا دیگه کافی میگیریم که یه ذره بشینیم. تیمبرلند. ببین من عاشق، حالا کاپشناش اینا که خیلی معروفه، ولی من عاشق صندل تابستونه هاشم، انقدر راحت لامصب بپوش توش بدو. این دیگه خیلی زیاده قیمتش خوبه، نرمالی نباید اینجوری باشه. الان این پیراهن نخیا رو کرده 30 پوند، بعد ما اینجا آره اینجا یه دونه تیشرت پسرونا قیمت قبلیش هم زده ها، چون 90 تا بوده شده 60 تا، ولی 30 پوند دیگه مفته. البته خب دیگه نمیریم تو سرما دیگه، تابستونه ها رو براشه. تیشرتاش 10 پوند، خدایا مگه داری؟ 5 بوده الان شده 10. شکار لازم کنه حالا شش شما. آقا این لارج من الان سایزم میدیومه، خب بعد میدیوم نداره استر و لارج، ولی اینا اصولا باید یه ذره گشاطور باشه دیگه. اسش هم سایزمه چون کشیه. خب با این بذار اینم بگیرم، دیگه حوصله ندارم باشه همینجوری. این با این نگاه کن، قیمتش خیلی مفت بود آخه، خیلی بی ظرفیتیم. داشتم میگفتم اولین مغازه‌ای که اومدیم تو تازه همین کیشم نرفته همین درد دستشویی هم داشتیم، اولین مغازه ای که اومدیم سریع اومدیم جفت. آخه قیمت هاش لامصب خیلی خوب بود. من امروز گفتم قصد خرید ندارم، برای فیلم برداری دارم میام، اما چون راهش خیلی طولانیه تا اینجا می باید یه چیزی بخریم. من دیگه از این زندگی خسته شدم، طاقت نهی بودیم رفتیم بعد خرید کردیم که میخواییم بریم دستشویی. هموطنهای ایرانیمون هم اینجا زیاد میان. دیگه نگی دیگه به من زشته دیگه، خیلی همه ویدیوموشو راجع به دستشویی. الان سبک شدیم، چاش چالمون باز شده، تازه میفهمیم داریم چی کار بود. تازه خوش اومدیم. اولین عینکی که من لندن خریدم دولچه گابونه بود، از اینجا نخریدم، از برین کراس خریدم. اولین پولی که دادم سر کار رفتم با پول خودم 250 پوند بود، برای من سنگین بود اون موقع. الان هم 250 پوند پول کمی نیست، ولی اولین چیزی که گرونه خریدم این بود، یه عینک بود از دولچه گابونه، هنوز هم دارم شاید این گربه این شکلی ها. این شبیه پرده رو موبیلی پرده قدیمی ها هست، خزاخیلا با این کیفش. آره خب دقیقاً. حالا ببین به خدا اگه تو ویترین دلچه گابانو نبود عمرن مثلا توی جمعه بازار مثلا همچی چیزی پیدا بکنی. اینو مفتم بدن مغز خر خوردی. این طرح کاشی های مسجد نیست، مد شده تو برندهای گرون هم هست.
آره نه کاشی های تو ایران. خب بذار براتون قیمت بگیرم. 3570 تا. 5500 تا. این چرا بعد تو که کافا نباشی؟ پلنگیه توشم پشمی پلنگی. مثلا اینو محوش پری رشمی میشن. اینو دوست دارم. عینک بزنم. تو را خدا. این موسناکل اسمشو میبرم درست گفته باشم. اگه اشتباه نکنم برند کانادایی تور باید باشه، کانادایی آمریکایی. جدید اومده، خیلی برند قدیمی نیست ولی ترکونده. کلاهاش، کاپشناش خیلی چیزای خوشگلی داره. این چقدر خوبه. لامصب چنده؟ 175 تا. ولی زمستونه است دیگه. شلواراشو بذار ببینم این با این سته. اینم 192 تا. یعنی ستش ما هم میشه چقدر؟ از که 400 تا. کاپشناشو خیلی دوست دارم. یه دونه بود پارسال دیده بودم. الان کت این مدل توری هم آورده. نرمه. بچه من اوایل فکر میکردم این ساینش رو از رو قیچی برداشتن. نه حالت قیچیه ولی قیچی نیست. این سوم اگشته برکنم سوم گوزنه، از روی گوزن و ایناه. امیدوارم درست گفتم، چون اگه درست نگفتم نظر اطلاعات غلط ندی. کلاش 100 پوند تازه تو آف. کلاش پسرونه است، کپش میبینی چه بزرگه. من سرم کوچیکه، این کلاها تو سرم خیلی بزرگ میشن. آفای تو ایران میدونم خیلی طرفدار داره. پسرها این کتای اسپورتشو میپوشن، تینیجرها. امسال تموم تم وسایل توش پنیریه. کیفاش هم ببین شکل پنیر تام و جری در آورده. حالا میریم توش عینکاش، لباساش، همه چیزا تم پنیری داده. اینا موش خورده. اینا بهش میگم پنیری، ما میگیم سولاخ سولاخ. پالتوی پنیری. بذار اینا. اینا گوشتن هواکش باد بخوره. رنگ پنیره. خب اینم دوباره یه تم پنیری. 364 تا. آف وایت دیگه. بریم برای بعدی. بیشتر اینجا لباس و پوشاکیه ولی لابلاش تک و لوازم خونه اینا هم داره. اینا رو این کاسه کوزه است ولی از اون کاسه کوزه‌ای که من دوست می‌دارم و چیزای تزئینی و لوکس و خوشگل و جینگول و مصون. بریم. من گوریل دوست دارم. این گوریله شیشه 1050 تا نمیارزه خدایی. اگه تو اینجای ویدیو هنوز لایک و سابسکرایب نکردین که خیلی کار بدی کردین. حتما لایک و مدیونین مدیونین، چون من میخوام براتون تون تون ویدیو بگیرم. بذاریم دلمون رو گرم کنین که براتون تون تون ویدیو بگیرم دیگه. بیاییم بالا. آره این بستنی کافی نداره. بذار یه دهن یه گلویی تر کنیم. دو ساعته که فقط تو راهیم. از وقتی هم اومدیم که این هیجان زده دویدیم، اولی مغازه رفتیم خرید کردیم. هنوز چی نخوریم، یه چیزی بخوریم، یه گپی بزنیم. ادامه ایرا بسکویت گاو دوست داری ها؟ از تو جاده بند کردیم این گاو و گسلان. داشتیم گفتیم این چینی ها چی کار میکنن انقدر پول دارن؟ هایلی چی کار میکنن؟ شغلشون چیه لامصب؟ هر جایی که برنده گرون و لاکچری و خیابون ها و محلای گرون این چینی ها. توی لندن دو تا قشان که خیلی مثلا تو خیابون های گرون و محلای گرون، یکی عربان، خب از قدیم بودن همه میدونن، خب یکی چینیان. چیه؟ یادم رفت. تاشو بهم تعارف کنی خجالت بکش. باز همینم غنیمت. همچی رفیقی داریم. من خودم از زمانی که مهاجرت کردم اومدم انگلیس، همش زندگیم اینجوری بود. همش رفتم بالا اومدم پایین، از اول شروع کردم. رفتم بالا اومدم پایین. هی چی میگم؟ به زمین گرم نشستیم. صد بار به زمین گرم نشستیم. ولی تمام وقتایی که دستم خالی بود،
تلاشی نمی کردم برای خریدن کیف برند، کفش برند، عینک نمیدونم چیز. حالا عینک رو که خیلی دوست دارم، وقتی داشتم می خریدم، وقتی نداشتم نمی خریدم. ولی دیدم آدمایی که ندارن، یعنی هزار تا زخم و چالشوله دارن تو زندگیشون، ولی از اونا میزنن که برن اون لباس برند رو بپوشن. این بده. قشر مرفع بی درد جامعه. و همه خریدایی هم که کرده برندهای توپل خوبه ها. خوب. این از اونا نیست که الکی شو آف کنه. این داره اینجوری خرج میکنه. پاش پاش بریم که خربوزه آبه. Wow! You look great! جایی نرفتم اینجوری با استقبال ازم بکنم بفرماییم داخل داری میتونیم تو رو خدا بیان. این پوف آستینش رو خیلی دوست دارم. چرا من باید همچه ببریم اینو بپوش. مغازه ها صفن همش تنشون، بعد اینا توشون قوپر نمیزنه. خب برندهای گرونن دیگه، بعد دوربین میگیری دسته دیگه جور اینجوری چپ چپ نگاه میکنه. حالا ما میرم از بیرون میگیریم. بیا بگیر فندیه. من عینکاش و کیفاش رو خیلی دوست دارم. چیز خوبیه که برند انگلیسیه که اینجا خیلی طرفدار داره، ویویان وستوود، که میریم جلوتر میگیریم. تمام دخترای تینیجر و پسرای تینیجر مثلا گردنبنداش و کیف پولیاش و اینا رو میریم جلوتر اونو بعد میگیریم. بیام وسپودا همینجوری قرقاتی خرطو خری شلخته. ولی تینیجرا اینجا عاشق این بیام وسپودا. اوکی ما کلا منصرف شدیم نمیریم. ولی اینقدر خاطر خا داره. از دور خسته شدیم دیگه حوصله نداریم. خیلی دوست میدارم. این چیزای زمستون و کت و کاپشنش خیلی خوشگله. پارسال نه پیارسال هم این جیله رو از همینجا گرفتم. فکر کنم هنوز هم داره. این جزء چیزایی که همش میارتش. بریم توشو ببینیم. خدایش خوشگله. به چشم خواهری. چقدر این ادا داره کاپشنه. اینم کفش الکساندرا مکوین که خیلی طرفدار داره این مدلش. قیمتش هم 400 پونده، اما کفشون خیلی سفت و کمی هم سنگینه، یعنی برای راه رفتن خیلی کفش راحتی نیست. عاشق این عطر تام فوردم، فقط بلوش پیچش نارنجیه. عزیزم عرض برسونم که من 4 سال پوش سر هم، یعنی سابقه نداشته، دارم از یه برند یه چیزی استفاده کنم. فقط این ریمل در صورتی بنفیت فقط ریملش. کدومو یه دور دیگه بگو. این در صورتی هست ریمله. چون چند مدلی می کلا ریملش خوبه، ولی این در صورتی عالیه. عطر باشی جون قد تو قربون کرف داره دل برست منم. خب یه سری خنزل پنزل خریدین. من چیزای خیلی برند و لکچری و اینا که نه، چه خبره مگه، این خبرها نیست. ولی در کل خیلی جای خوشگلیه، خوش آب و هواست، خونه‌هاش خوشگله. یه سفر کوتاهی هم کردیم. به عرضتون برسونم که بوس به روی ماهتون. اگه تا حالا لایک و سابسکرایب نکردیم بکنیم. قربونتون برم. دو ساعت هم تو راه برگشتیم. کتلت من چرا نذاشتم؟ من دیشب حت کتلت برم کار